ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مجلس أهل بيت رو با ذكر صلوات محمدي معتر فرمائيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله اعمالكم. خداوند متعال اعمال و طاعات و عبادات شما رو در این روزهای بابرکت ذی‌القعده الحرام قبول کند و ما و شما رو جزو ذاکرین و عاملین در این ایام قرار دهند. این ایامی که ایام استعداد به حج هست، استعداد و آماده شدن برای برگشت به خدای متعال، برگشتی که معنای آیه معروف قرآن است که می فرماید انا لله و انا الیه راجعون. این آیه مبارکه برای عده‌ای از مردم آیه مرگ است. بعضیا فکر میکنند وقتی ما میگیم این آیه رو میخونیم معنی این آیه همون مرگ هست و یاد مرگ میفتند. بله، این آیه از مصادیق مرگ هست. وقتی که انسان میمیرد همه بهش میگن که بله، یعنی به اقوامش میگن انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از خدا هستیم و ما به سوی خدا باز میگردیم، بر میگردیم. این معنای آیه مبارکه در اینجا صادق است که این شخص بالاخره خدا آفریده، خدا این شخص رو آفریده و روحش را در او دمیده. فنفخت فیه و نفخت فیه من روحی، خداوند در او روحش را دمیده، به او روح داده، به او حیات داده، چون حیات مال خداست، حی خداست. هر چه زندگی در این عالم هست، هر چه حیات هست، هر چه وجود هست، از ذات اقدس خداست. بس حیات از اوست، زندگی از اوست، خلق از اوست. انا لله، ما از آن خدا هستیم، ما کسی چیزی نداریم. و از تو میگیم ما بچه داریم، بچه ما هم مال خداست. ما پول داریم، پول ما هم مال خداست. خانه داریم، خانه ما هم مال خداست. اینا اعتباری هست. وقتی میگیم پول داریم، واقعیت امر خدا در دست ما گذاشته، ولی پول مال ما نیست. بچه داریم، خدا امانتی به ما داده به نام بچه، ولی بچه مال خداست. خونه، فکر میکنیم ما این خونه مال ماست، ولی همین شب میخوابیم سر میذاریم روی متکا، فردا صبح بلند نمیشیم، این خونه میشه مال کی؟ در اصل مال ما نبوده، ولی حتی استفاده هم دیگه برای ما نیست.
استفادهش معلوم نیست، تا یک ساعت دیگه در دست ما باشه ما منتفع باشیم از این امر و از این خانه، یا تا فردا صبح، یا تا یک سال دیگه، یا 10 سال دیگه، فوقش یک مدتی از زمان میگذره و آخر میبینیم این خونه منتقل شد به دیگران. پس هر چی در این عالم هست از آن خدای متعال است. انا لله، ما از خدا آمدیم، از آن خدا هستیم. و زیبا اینجاست، و انا الیه راجعون. حالا این انا الیه راجعون، عرض کردم معنای انا الیه راجعون فقط این نیست که ما بمیریم، نه، میتونیم به سوی خدا برگردیم قبل از مرگ. اگه آدم خوبی باشیم، اگه رو خودمون کار کرده باشیم، اگر روی روحمان کار کرده باشیم، اگر این قلب خودمون رو خوب روش کار کرده باشیم، تمیز کرده باشیم یا تمیز نگه داشته باشیم، چون خدا به ما قلب تمیزی داده، خدا به ما روح خوبی رو داده، خدا هرچی داده خوب داده، انا لله، ما از آن خدا هستیم، خدا غیر از خوب چیزی نداره، هرچه خوب است از آن خداست، هرچه از خدا بیاد خوبه. خدا به ما روح خوب، فطرت خوب، قلب خوب، همه اینا رو داده. خب ما لازمه که مواظبت کنیم. اگر مواظبت بکنیم، ما این آیه همین تو این دنیا قبل از مرگمون راجب خودمون صادق هست. ما میتونیم هر شب و هر لحظه و هر ساعت و هر وقت نماز و هر وقت حج، من به صحبتم راجع به حج الان میام و امشب شاید نتونیم تموم کنیم، امشب و شاید هفته دیگه اگه عاشق مصطفی انشاءالله برمیگرده، اگر نبود خدمت شما باشیم، این بحث رو ادامه میدم. انا لله، پس ما متوجه شدیم انا لله چی هست. انا الیه راجعون، ما میتونیم تو همین دنیا در حیاتمان به سمت خدا برگردیم. وقتی غفلت میاد، غفلت خیلی بد چیزیست، خیلی خطرناکه. یه بار عرض کردم خدمتتون، اگر تصورشو بکنیم، بخوایم بدونیم غفلت یعنی چی، حالت ماشین رانندگی رو، حالا اونایی که رانندگی میکنن میدونن، اونم که نمیکنه بغل دستی راننده که هست شاید هم بیشتر میترسه، حتی میگن بعضی وقتا اونی که بغل راننده است بیشتر از راننده میترسه، چون نمیدونه چی داره میشه، دست خودش نیست، فرمان دست خودش نیست. برای همین هم هست خوبه همیشه انسان فرمان دست خودش باشه، خیلی بهتر انسان فرمان رو دست دیگری نده. تو این دنیا این اسب رو هم لجام، این اسب سوار هم میدونن، ما خیلی اسب سوار نیستیم، ای کاش میبودیم. خوب است که این چیزا هم تو افغانستان فکر کنم این اسب سواری رایج هست، ولی متاسفانه اینجا فقط مال اون پولدارهاست و مال این قضیه. این که انسان غفلت، یک لحظه شما رو اسب باشی، تو ماشین باشی، نتونی التفات نکنی، غفلت بکنی، از اسب افتادی زمین، از ماشین، حالا اسب باز خطرش کمتره، ماشین باشی تو دره رفتی مردی. خدا انشالله شما رو دور کنه، ما رو دور کنه از این بلاها، با یک تصادف کوچیک، حالا لااقل این بالاخره حالت ماشین خراب میشه، چیز میشه، بلا دور. ولی در این دنیا بزرگتر از این غفلت، غفلتی است که انسان از خدا دور بشه. انا الیه راجعون رو باید همیشه تو ذهنش باشه، هر لحظه بگه خدایا منو از تو دور نکن. اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عینن ابدا، خدایا منو به خودم موکول نکن، یک لحظه، یک طرفت العین، یک چشم هم زدن
خدایا منو از تو دور نکن. اللهم لا تدعنی الى نفسی، لا تکلنی الى نفسی طرفت عین. خیلی خطرناکه، یک لحظه غفلت، یک لحظه خدا ما رو به خودمون بسپاره. من تصحیح میکنم، درست میکنم، یعنی عرضمو میخوام چی میگن کوریجه، یعنی تصحیح بکنم. گفتم فرمان رو خودش آدم باید بگیره و فرمانم که میگیره توکلش به خدا باشه. فرمان واقعی دست خداست. اینو میخوام درست بکنم، اشتباه کردم. کار میکنیم، فعالیت میکنیم، سعی میکنیم، از خدا میخوایم، ولی این فرمان همیشه دست خودش باشه. خودش ما را نگه داره، خودش ما را حفظ کنه. بعضی وقتا ولی باید و ان لیس للانسان الا ما سعا، باید سعیمونو بکنیم، نه اینکه خدا بس دست و کارا دست خداست. نه، کارا دست خدا هست، ولی از ما خواسته که عمل کنیم. و قل اعملوا، خدا گفته بگو که عمل کنند. الان عمل بکنیم یعنی چی کار بکنیم؟ الان روز پنج روز، سه روز یا چهار روز مونده از ایام آخر ماه ذوالقعده. آیا ما هم با حاجی ها میخواییم به سمت خدا برگردیم؟ میدونید حج یک نوع مرگ است، یک نوع برگشت به خداست، یک نوع حالتیه که ما اگر هر لحظه اون عباد الله، اولیاء الله، با هر لحظه وقتی میگن ذکر، میگن مثل شما میگن لا اله الا الله، تو همون هر ذکرشون به خدا بر میگردن، با خدا هستن. یک لحظه حالت غفلت به اونها دست نمیده، قلبشون همیشه حاضره، همیشه حضور خدا رو درک کردن، احساس میکنن. خیلی درجه بالایی. البته این راجع به این صحبت اگه بخوایم بکنیم، اینا اولیاء الله میدونن چی هست، ما که خیلی دوریم. انسانی که اصلا یک لحظه از خدا دور نباشه، غفلت نداشته باشه، همیشه احساس کنه با خداست، انا الیه راجعون، هر لحظه داره به خدا میره، به سمت خدا حرکت میکنه، این خیلی مقام بزرگیست. ولی لااقل نمیتونیم که همیشه حاضر قلب باشیم، حضور قلب داشته باشیم و احساس کنیم که عالم محضر خداست، احساس کنیم که ما در محضر خدا نشستیم. اگر این احساس رو نتونستیم همیشه داشته باشیم، لااقل خداوند یک سری وسائلی رو به ما داده که به ما کمک کنه که به سمت خدا برگردیم. از این وسائل، وسیله‌ای که هر روز ما جلو دست ما هست، همین نمازه. الان هم وقت نماز میشه، سر میکنیم امروز که صحبت نماز کردیم، یک دقیقه هم دیر نکنیم. وقت اذان بشه، پیغمبر رنگ و صورتش عوض میشد، زرد میشد، رنگش عوض میشد، میلرزید. امام حسن مجتبی همین حالتو داشت، اهل بیت این حالتو داشتن، وقت نماز منتظر بود. پیغمبر وقتی وقت نماز میشد، اون موقع میگفت عرفنا یا بلال، بلال جان بخوام اذانت رو، اذانت رو بگو، عرفنا. چرا؟ چون میخوام راحت بشیم، میخوام یک کمی با خدا صحبت کنیم، انس داشته باشیم. عرفنا یا بلال. بعضیا میگن آقا وقتی نماز که میشه میخوام نماز رو بخونیم، این نمازه رو بخونیم، از این پشت سرمون ورداریم، کمی یک مسئولیتیه، میخوام راحت بشیم. پیغمبر میخوام راحت بشیم به این معنا نگفتن. پیغمبر به این معنا را عرحنا یا بلال گفتن که عرحنا بها، میخوام با این نماز حال بکنیم، راحتی نفس داشته باشیم. این نفسی که منتظره که میخواد با خدا حرف بزنه، فطرت انسانی که منتظره مأنوس خدا باشه، روحی که پاک هست میخواد با خدا صحبت بکنه، این عرحنا یا بلال هست، نه عرحنا منها. در زبان عرب فرق هست بین عرحنا منها و عرحنا بها. به وسیله نماز میخوایم راحت بشیم، این دل آرام بشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بهترین ذکرم نمازه. این ذکرهای دیگه هم هست، تسبیح هست. پس ما هر روز در وقت نماز که معراج مؤمنه، از صلاتو
معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است. معراج یعنی چی؟ یعنی میراج، مثل میراج. حالا مثال شوخی میکنیم، میراج میدونید هواپیمای میراج، معراج یعنی ما رو میبره به سمت خدا، مثل هواپیما این روح انسان رو به خود سمت خدا میبره. از صلات و معراج المؤمن، از صلات و نور المؤمن، مؤمن منتظر نماز رو بخونه وصل بشه. این و انا الیه راجعون رو میده. یک وسیله دیگه هست و ختم میکنم که خیلی زیباست، حجه. و اذن فی الناس، گفتیم الان اذان، ما هر روز 5 بار اذان میخونیم، و اذن یا ارحنا یا بلال، این اذانی که الان یکی از دوستان عزیز میخونه، آقا مرتضی شاید بخونه اذان رو و ما حال بکنیم با این صدای اذان، و هر ذکر اذانم ما باش تکرار بکنیم، درجات ما پیش خدا بالاتر میره. خیلی مهمه اذان هم که میشنویم اذان رو تکرار کنیم. این اذان است. یه اذان دیگه بود، ابراهیم، خداوند به ابراهیم علیه السلام گفت، فرمودن و اذن فی الناس بالحج، ای ابراهیم یک ندایی بزن و مردم رو به سمت حج دعوت کن، و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، که یک بیان به سمت تو. یأتوک، جالبم اینجاست، یأتوک ابراهیم، ما حج میریم به خاطر ابراهیم، خدا میگه به سمت ابراهیم برید، یعنی به سمت پیغمبران باید برید، یعنی به سمت حضرت پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم باید برید. اللهم صل علی محمد و آله. به سمت پیغمبر میریم، به سمت خدا، به سمت پیغمبر رفتن به سمت خدا رفتن است. کسی نمیتونه بگه توحید یعنی ما دیگه نیاز به پیغمبر نداریم، ما که مستقیم میتونیم با خدا حرف بزنیم. چرا به سمت پیغمبر بریم؟ چرا به سمت ابراهیم خلیل بریم؟ چرا به سمت محمد مصطفی بریم؟ ما نیاز نداریم، ما به همه اینا نیاز نداریم، ما خدا رو داریم. کسی که این رو بگه بگه کفر گفته، کفر گفته. چرا خدا به ما میگه یأتوک، میان پیش تو. کسی که میخواد به سمت من بیاد باید پیش پیغمبر من بره، باید توسل بکنه به پیغمبران. یأتوک رجالا و علا کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. این رو بعدا انشاءالله اگه فرصت بشه توضیح میدیم، ولی معنای حجم رجوع یک نوع تجربه. انسان که مشغول این زندگی هست، مشغول کاره، مشغول چیز هست، تو این دنیا نیاز داره یک بار لااقل در عمر احساس بکنه که داره میمیره، احساس بکنه که من میخوام زن و بچه‌ام، مخصوصا سابقاً که خیلی سخت‌تر بود، واقعا مرگ، ترس مرگ وجود داشت، الان کمتره، خب الان هم هست ولی کمتره. اون موقع وصیت رو مینوشتن، الان هم باید بنویسی، مستحبم هست و برای هر انسان مستحب وصیت بنویسه. وصیت مال فقط حج نیست، وصیت وقت اون نیست فقط که آدم داره میمیره روی فرش مرگ بیاد وصیتشو بنویسه، نه، همین الان، امشب، فردا سعی بکنیم اگر ننوشتیم بنویسیم و نترسیم. بعضیا وقتی میگه آقا وصیتو نوشتی، میگه آقا بلا دور باشه، بلا دور باشه. چرا؟ مثلا ما انشالله، یعنی انشالله یه عمری خدا به ما میده، انقدر عجله داری شما میخوای ما رو بکشی، وصیت میخوام بنویسیم، فکر میکنن انگار وصیت گفتی بنویس یعنی کم کم آماده مرگ بشو. خب آماده باید بشیم، ولی وصیت نوشتن در روایت ها هست عمر انسان رو طولانی تر میکنه. برعکس اگه میخوای عمر طولانی بشه وصیت تو بنویس. نمازی نخوندی یادت رفته، شروع میکنی به خوندن ولی مینویسی اینقدر نماز دارم، اینم کمکت میکنه که این عبادت و طاعت که نکردی انجام بدی. اهمیت وصیت. بعد آدم حرکت میکنه به سمت مکه، فامیلاشو وداع میگه، به همه خداحافظی میگه، زن و بچهشو ول میکنه، زندگی رو ول میکنه، کارشو ول میکنه، میره به سمت خدا، میره لبیک اللهم لبیک.
این حالت رو زندگی میکنه، احساس میکنه که واقعا داره آماده میشه به سمت خدا رفتن. این یک روتینیه که انسان زندگی میکنه که این دنیا باید از این روتین بیاد بیرون. نماز رو هر روز میخونیم، اگر عادت کردیم نماز خوندیم و نمازهای جانانه نمیخونیم، حد شاید یک حالتی باشه که به ما یاد، ما رو به یاد این بیاره که ما توی نمازم میتونیم به سمت خدا بریم، معراجم هست. ولی آدم یک حالت حج واقعا اونی که نچشیده انشالله خداوند به همه بده که بچشن، و اونایی هم که چشیدن دیگه میگن از اونی که خورده، از اونی که خورد نخورده بگیر بده به اونی که خورده، چون اونی که چشیده طعم چیزی رو چشیده خوشمزه بوده دوست داره بازم بخوره. این حج آدم که میره احساس میکنه یعنی چی مأنوس شدن با خدا. وقتی مقابل کعبه شریف وای میسته و میگه لبیک، وقتی خدا رو با خدا انس میداره، اون انوار قدسی رو در اون مکه و مدینه میبینه، اون موقع وقتی برمیگرده شاید نمازش، نشاید قطعا، اون نمازش یک طعم دیگه ای پیدا میکنه. برای همین خدا واجب کرده لااقل یک بار. خداوند انشاءالله چون وقت نماز بکنم نزدیک شد یا گفت گفته، خب انشاءالله که خداوند متعال اعمال و طاعات همه ما رو قبول کنه و نمازهای ما رو نمازهای راجعونی، انا الیه راجعون، یک اینجور نمازهایی همین الان انشاءالله سعی کنیم این نماز رو با توجه مخصوص بخونیم. حج نرفتیم لااقل نمازمون رو مثل نماز حاجی حقیقی بخونیم، به سمت خدا بریم. و اگر این کار رو بکنیم باور کنید چه بسا، عرض کردم امروز نماز جمعه در محفل زینب، بعضیا هستن حج نرفتند ولی خدا براشون حج نوشته. خیلی ها حج رفتن خدا اونها رو حاجی حساب نکرده. اللهم وفقنا لمراضيك، اللهم جنبنا معاصيك، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم شاف مرضانا، اللهم أد ديوننا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا توجهنا في الصلاة يا الله. خداوندا در نماز ما را نماز کسی قرار بده که توجه به تو دارد یا الله. خداوندا حج بیت الله را بر ما بنویس یا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان الى امواتنا واموات الحاضرين، براي تمام مردگان و مرحومین این مجلس، علما و شهدا و صالحین و بالخصوص مؤسس این محفل آیت الله خویی رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.